بشه مشم نسه و نسلی اختراسی بالان و مشه مراشا غیلت یعقوب زخوت تارو برا خیم اقادوش مگن برما و خانواده منو کل جماعت که ایشالا تمامی کسانی که از راه هشم دور هستن به راه هشم نزدیک بشن. پاسوق تتوا و تتزین هستیم که دیروز یه مقداری توضیحاتش خوندیم، حالا بقیهش میخونیم. پارشای ایترو، پاسوق تتواف و یودزنگ هستیم. در مورد جناب ایترو بودیم که میاد به موشه ربنون میگه تو خسته میشی و بیا و کمکی بگیر برای خودت. ویترو ادامه میدیم، ویترو نیستپق، قسمتی میخونیم که میگه ویترو نیستپق به مشمعود دیوره موشه. ایترو شک کرد به مفهوم صحبتهای موشه. موشه ربنون چی گفت؟ گفت موقعی که اینا مطلبی داشته باشن با الی میاد به سوی من، چه سوول چه ندراخیم. یعنی دو تا راه رو در خودش داره این صحبت موشه ربنون. آی خاد کیل سر چه بایی مثل و آم، یکی از اون جنبهی که میان نزده و قوم او خش المسوال لادون بنیش. وقتی که مردم میان پیشش و احساس میکنه بر خودش میسوای که باید قضاوت کنه بین اونا، لحسوتاهو می خودم باید انجام بدم. ولو آخرین وقتی میان پیش من خودم مسئول میدونم که من کاری که میتونم انجام بدم و میسوایی که دو دست اومده میخوام انجام بدم، به کسی نمیخوام بسپارم. عشنی که آملو یخ به سول زولاتو، یکی من میخوام این کارو انجام بدم میسوا دستم اومده، یکی هم مردم لو نمیخوان به دیگری بدن. همونطوری که ما صحبت ها رو توضیح دادیم، لازهشی و به خاطر این جواب میده به او که نگد اموفان اموان میده بارا در مقابل چیزی که مفهوم از صحبت هاش کی ایخر از صوت هم میسوا به اسمو ولوی ایمنه از صوت تو به خاطر این جواب داد او رو که مفهوم از صحبتاش، زیرا انتخاب میکنه که انجام بده میسوا خودش و از این خوبی کردن من نکنه. میگه من میسوایی که خودم میتونم انجام بدم من خودش باید انجام بده و به دیگران ندم. اول لوتو بداوار، ولی ایترو میگه چی؟ خوب نیست کاری که تو میکنی. که اشریه بایرتل دلیلش که توضیح میده میگه خسته میشی، راست میگی، خودت میخوای بکنی، مردم هم تو میخوان تو جوابشون بدی، ولی خسته میشی. اخنه گد مش موان میده بارا در مقابل اون چیزی که مفهوم میشه از صحبتاش کیام لوت ایت رسولال خل زولاتو، که مردم نمیخوان برن پیش کسی دیگه، فقط موشه میخوان که رو عقودش داره که میفهمه درد اینا چیه، مشکل اینا چیه، با رو عقودش همه زیر و بم مطلب میفهمه. آمر یاسخا ایتال آم، گو بیا تا مشورتت بدم. ایترو میگه ایتال آم تو برای قوم به رئیس هسته کاری باش و تو اتات خزه و تو ببین یا افراد خوبی که بیای قاضی کنی، به شافت و اتهام به خولت قضاوت کنه هر قوم را، تمام قوم را در وقتی پیروش به خول دین شیه، هر محاکمه ای که باشه همیش بات راستوی لیش نشنه بلدی، هر قضاوت و محاکمه ای که باشه میخواد که دوتا نفر هستن که با هم دست دارن دعوا دارن، امین استام و موقعی که به طور کلی موقعی که دین کنن برای اینون قضاوت راسوی عرشنی هسته دادیم، وقتی که براشون قضاوت بکنن حق بگن راضی میشن دو طرف راسوی لامایی بخرو به طور اخکادو دیگه چی کار دارن بیان نزد موشه زن رنج بزرگ بهش بدن که صبح تا شب موشه وایسه. میگه ببین دوتاشون میان حرفاشون هم میزنن و دیگه هرچی خدایی قضاوت میکنن تو چونم راضی میشن، چرا فقط بیان پیش تو، درسته تو رو عقودش داری ولی خب نمیشه که تو صبح تا شب بیان طرف تو همش رو گودوش تو باشه. و آیا ادامه میده ایترو و آیا و گومر، و گومر چیه؟ میگه هرچی که سخت بود بیارن برای تو، حالا اگر یه چیز خودشون نتونستن بیارن برای تو. پروش اخشه یه داوارگادول شل ایت از سموتدین، اگر که یه موضوع بزرگی بود که سخت بود تو دین، از این بود بزرگ بود سخت بود، به چه جنبه؟ چه لسد اشفتیم، چه از جنبه قاضی ها که نتونستن بفهمنش، نتونستن بفهمن، به لسد انشباد
چه اگر اونایی که قضاوت دارن میشن دو طرف که با هم دعوا دارن راضی نشدن، چه تأکید تو به میشتا اون دو طرف در قضاوتشون، یا وی و الیخا بیارن به سوی تو ولو لسد پراتزه و نه به خاطر اینکه حالا تو فقط میخوای که خودت قضاوت کنی، تتخیب بکن موظف بشی به همه چی. میگه ببین اول که تو یک قاضیانی درست کن، انتخاب کن، اگر دو نفر با هم دعوا دارن بیان پیش اونا، اول اونا دو طرف رو بشنون خدایی قضاوت کنن، حالا اگر که اونا نتونستن بیان پیش تو، یا اگر که اونا تونستن گفتن حکمتونیه ولی دو طرف قبول نکردن بیان پیش تو و تو براشون قضاوت بکنی. دقیق میفهمی چه خدمتتون عرض میکنم؟ پس بنابراین حرفایی که مشرع بنو میزنه آقای تو جوابش میده، میگه تو راه دیگه هم داری. آبا چی میگه؟ ناولتی بول، البته تو خسته میشی. پاسخ 18، ناولتی بول گمتا، البته خسته. چرا گفته ناولتی بول؟ سوال آورا خیلی مقادشه. گمتا گم آمزه، همچنین تو، همچنین این قومی که با توه، کی خوابت میمیر خواهد آبار. پاسخ 18 میخونم، زیرا سنگین از تو آن موضوع، لطو خلص و اول وده خواهد، تو تنهایی نمیتونی انجامش بدی. ایترو میگه ناولتی بول، چرا گفته ناولتی برد؟ حالا برای خیلی مقادرش ده خدا گنالی رو میفرماید کافل و مر ناول تی بول دوبله گفته، میگفت تی بول چیکار داشت بگه ناولتی بول بگه؟ لیوت کیشنگه داریم به مشمعوت تی بول. میگه ببین لغت تی بول خسته شدن دوتا جنبه داره، یکی که ایگاره اکل شو یه مقداری از قدرت اولیه تو کم میشه، ایگاره اکل شه و میکخاریشون، یه نفر خسته میشه یه مقداری از قدرت اولش کم میشه، ولی خیلی قدرت دارن یه کمی کم میشه قدرتش. ایگاره حالا لوت لرخه خودم، این خستگی نسبت به قبل، اول الکل پانیم یا خلصت مشا یا حسه قدم بیمت یه گیا، ولی به صورت میتونه انجام بده تمام اون چیزی که قبلا انجام میداد با یه کمی خستگی و زحمت بیشتر. یکی پس یه نفر خسته میشه ولی هنوز ادامه کار میتونه بده. هشنی اوله و تنیرگاش لکل، ببین یه دومی که خستگی که احساس میشه برای همه که واقعا خسته شده دیگه زوارش در رفته، او که گدرمونه یه آدمی از صد خفصو دیگه من میشه از او آدم که انجام بده میلش دیگه از تنش دیگه نمیاد دیگه چی؟ لسد کیلوی شاعر بکو وقت دیگه نمونده براش قدرت، لازه آمر الاب کی مشه یگی الاب میله او تکو وقت، به خاطر این گفته ایت رو اون چیزی که میرسه به او از این ضعف قدرت زیاد میله او تکو وقت، خستگی و ضعف قدرت زیاد لو شیور میاد نکم الا شیور کفی آمد، بلکه چون اندازه‌ای که حقیقته ایقاره لو تیبول، این میخونه بهش تیبول، و ای که اومده گفته ناول تیبول میگه خیلی خسته میشی، میخواد به معنی دوم این تیبول تأکید بکنه که ناول خسته خسته میشی دیگه قدرت درات نمیمونه، تو از این که صبح تا شب وای میشینی میشینی که مردم قضاوت کنی دیگه یه جوری میشه که توان و قدرت برای تو نمیمونه، پس گفته ناول تیبول، حالت دوم خستگی میخواد دیگه اصلا زور برای تو نمیمونه. به او به معشقا مرومر لو تو خلص سوله وده خواهی دامه، پس بقیم میگه دیگه نمیتونی انجامش بدی به تنهاییت، یعنی میخواد بگه که ناول تیبول که دوبار گفته خیلی خسته میشی تا جایی که نمیتونی ادامه بدی. یه پیروشی اولای یا شاید شکاف الکنه گدمش آمد گمتا گمام، میگه شایدم بیگه گفت دوبله کرده گفته ناولتی بول که نگید مچه آمد به خاطر چیزی که بعدش میگه، میگه همچنین تو همچنین قوم، ای که گفته ناولتی بول میخواد بگه هم تو خسته میشی هم ملت. گمتا کوچیک میخونیم براخا میکنیم، گمتا گمام از همچنین تو همچنین قوم، تموم رو گم به خلق آریشونا بشنی، یا چرا میگه گم؟ خیلی قشنگه، چرا میگه گمتا گم ها همچنین تو همچنین خون، بگه همچنینش چیه؟ کافی بود بگه ناولتی بولتا به هم، البته خسته میشی تو بقوم، همچنین تو همچنین هم همچنین ها چیه؟ ایرسه میخواد بگه گم لربوت هست لامی به یازولات خواب مسفزه، احتیاج به گفتن نیست که یک کسی دیگه هم بود به غیرتو خسته میشد، گمتا
گیرب خیلی خواه تو که مشه ربنو خیلی قوی بوده. یاز خوت مشه ربنو، مشه ربنو در آخرین لحظه زندگی یعنی 120 سال سلامتی کامل داشته و قوی و قدرتمند بوده. میگه هر کی دیگه هم بود خسته میشد، تو هم با این قدرتت خسته میشی. دقت میفرمایید؟ الا گمتا گیرب خیلی خواه، همچنین توی که زورت زیاده هم خسته میشی. و امرو گم، حالا گم آزده چیه؟ پس گمتا میگه با وجوده که تو قدرتت هم زیاده بازم خسته میشی. خب گم آزده چیه؟ همچنین این قوم پیروش اسرائیلش از تریخیم لامتین، میگه اسرائیل هم که لازمه صبر بکنن این برای این که این تموم بشه کارش، بعدی که دیگه بیاد که دیگه بیاد یم بازم خسته میشن که نوبتشون بشه که معصه آمول اینیان در چون معصه‌ای که گفته شده در اون موضوع و یعمد مش و یعمد مشه، یعنی مشه از صبح تا شب بعد وایسه خسته میشه و ملت هم تا نوبتشون بشه خسته میشن. و عمرو تود گم، گم چی میگه؟ خیدوشه که تمام این زحمت بر بار تو افتاده، حتی اسرائیل هم خسته میشن. لسد شترخام این ام قوباست به یاخید، یعنی زحمت این ملت جمع نشده به یک فرد. یعنی هر کدوم از اینا میبینی صبح تا شب بد وایس تا نوبتش بشه الا پهمو یه راز ای یه باریکی دیگه، همه این ملت که کار داشته باشن به تو همشون خسته میشن. ایتی خوشب شلو ایولو میتیر خازد درخامت بیشون گم شب کلال اسرائیل ایورو میگه که بگیم خب میگه جماعت خسته نمیشن کار خودشونه نوبت خودشون. میگه نه ببین جماعت هم خسته میشن، ملت هم توی رنجی که میکشن از صبح تا شب وایسن تا نوبتشون بشه، امروئیه فردا کی دیگه ان فردا کی دیگه است، اینا همشون خسته میشن. پس میخواد گم لربوت کنه جماعت هم که اونا با وجودی که قضاوت نمکنن با وجودی که کار خاصی نمکنن فردا وایسن تا نوبتشون بشه بازم اونا هم خسته میشن. هشم یه زکی منظور بیچوا شلما بیبی خننیا بنقش یا عمر راتسا حقادش بارخول زکو از فای بن تو دان فرانسون اکتر.